حالا زمان الله خان یک صحبت در قندار کرد بله که او را ما در کتاب خود عین صحبتش نوشتیم که بله میگه یک برادرم در او طرف خاک افغانستان، یک برادرم در اینجا با هم می جنگه، من این نامبدی رو برای خود نمی خواهم که با وسیله ما که ما طلبگار تاج و تخت هستم، در رای ما می جنگن و این سبا اینا به هم درست می شن و نامبدی برای من می مانه، لحاظا من صرف نظر می کنم می برایم. در یک کاکای غلام جرمی خان در این گفتار که آل اسلام الله خان کرده تشریف داشته و همچنان عبدالله خان ملکیار بچه جوان بوده، خودش قصه میکرد که من بودم که صحبتش را شنیدم و با من خدایی کرد با مردم رفت و زمان هم گفت که اگر من برم اردو را در قیام مکی داره میکنه، عبدالله خان ملکیار خداوند مغفرتش کنه قصه میکنه که از حد صدا نبر آمد. یک مرتبه غلام جیلانی خان پیش شد و گفت که شما تشریف ببرین، هر جایی که میرین بنده حاضر است که اردو را اداره بکنه. جناب چرخی معذرت میخوایم، یک امی لحظه که ما و شما هستیم فکر نمیکنین که امی صحبت یا امی تصمیم شامانلا بسیار عاطفی و احساساتی بوده و برای یک سیاست مداره که سرنوشت یک ملت ایک جای شک نیست ایگه پا باید علمه و شما ندیدین که پنج برادرهای نادر هاشم چی کارهایی نبودن که برای رسیدن به مگر زمینه را انگلیس ها همه ترمساید ساخته بود که دیگه او در افغانستان بانده نمیتونست. اینه بسیار خوب یک سوال داره زمینه برای من امیل ازا پیدا شد. اینال برتان میگم که در 10 سالی که آواز تمام الله خان سلطنت کرد، بله، اولا خواهمی جنگ سه جنگ افغان انگلیس یا تجاوز انگلیس بر افغانستان، بله، جنگایی بود که هر دفعه در هر سه جنگ انگلیس ها شکست خوردن. بله. اما جنگ آخری شکست قطعی دیگه بود که انگلیس ها شکست نظامی را قبول کردن اما سیاسی را نکردن، از سیاسی را فکر کردن، از راه دیگر پیش میان. بله بله، که اونم بود که جمعیت تابعه کرده بود که باید افغانستان اداره کنه و سیاست خارجی تابع سیاست انگلستان باشه. بله ببخشید. خب از این لحاظ این زمینه را آوردن بچه سقه و اینا یک بهانه سیاسی، یک بازی سیاسی بود و او فقط موقتی بود، اصلا تربیه خانواده نادرشاه بود که باید می آمد و در اینجا عرصام تنگ شده بود. اما ای که آل اسلام الله خان واقعا از احساسات خود کار گرفته، ما این رد نمی کنم. ببخشید سب، امی گفتین که عرصه تنگ شده بود، چی مانا داره میگه شما؟ اینمی عرصه را که میگم تنگ شده بود، یعنی انگلیس ها از طریق مذهب اینقدر تفرق مردم شور داده بود که این خانواده های بزرگ مذهبی ما همه علا برزدش خیستن. بله. افغانستان شما می فهمید که یک مملکت مذهبی است. بله بله بله. یک سوال ها که دیگه هم در می رابطه ما دارم. بله. اتو میگن که انگلیس ها دهند برطانوی خانواده شامانلا را زیر تعدید گرفته بودن، یعنی تعدید میکردن و در نتیجه شامانلا مجبور شد که برازی کنید. نه. خب بسیار. در رابطه با می صحبت های شما یک سوال دیگه هم پیدا شد برای ما. گرچه سوال های اساسی نیست چه اساسی اما فرعی سوال از جیران صحبت شما پیدا شد که دو وقت شکلگیری ابر قدرت ها مثل که در آخر قرن 20 بود که بین یک بلاک سوسیالیستی شکل نبود، یعنی هنوز اسلام و کمونیسم و سوسیالیسم شوروی هم خب بسیار نو زاییده شده بود در سال 1917 پا. این آدم تضاد سر افغانستان بین عمدتاً بین کدام کشورها؟ آیا بین انگلیس و روس تزاری یا بین انگلیس و آلمان و فرانسه و این کشورها؟ این چگونه شما دوارد؟ نه این شنیدین یاد من هم خواندین در همه جای که افغانستان به نام یک پفر استیت یاد میشد. بله. یک مملکت متنازنفی. بله بله. روس ها طرفدار خود میخواستن، انگلیس ها به طرفداری خود. بله. سر از این مسئله تضاد بین روس و انگلیس بود. بله. و انگلیس ها هیچ وقت نمیخواست که دست روس ها تا دست دوستیشان طرف افغانستان دراز شود. بله. و این مخالفت ها هم که شروع شد. بله. روی همین تضاد ها بود. بله. و زیادتر انگلیس در از دوره های قدیم برتان بگویم. بله. تا دوره آغاز تمام خان نفوذ مطلق در افغانستان و در امارت. بله. و در سلطنت که نداشتیم امارت ها. بله. و در خود افغانستان در ولایات، در مرکز، مخصوصا جنبه مذهبی.
و این یکگانه پهلوی ضعیف مردم ماست. یکگانه پهلوی احساسات مذهبی مردم بسیار زود از این لحاظ اینا بیانیم سر جواب خود کنست تمام نشده. بله این هم شنویدگی است، یعنی میگم افواز. بله که الله استم الله خان یک نامه روان کرده به کاکای غلام نبی خان. بله اصل میگفتن که تلگرام است، تلگرام مگر قدر وسایل نبود یک نامه روان کرده بود. بله. که من افغانستان را ترک میکنم. بله. به خانه همین موضوعات برش نوشته بود که من نمیخوایم از خاطر من دو برادر بچنگن. بله. و همین بدبختی نصیب من شوه. بله. و سیه روزی نصیب من بمانه. بله. اگر خودت برای خود میخوایی بجنگ. این کلمه کاکای من چطور این نامه را ما ثابت کرده میتونیم؟ این نامه تا به حال مفهوم بود، مگر یک روز زید برادرم از تحصیلات خود در آلمان خلاص کرده بود، افغانستان آمده و در شق معدن نا کار میکنه، این قصه میکنه که این برشکار اکثرا میره در کوه ها اینجا میکرده. میگه در این کوه های سالنگ بودیم که یک کسی یک شکاری دیگه هم اونجا برای ما از مردم قندار گرد شد. این که سراغ مرکت که مکیستم اینمی آمد برمه این قصه را کرد که همین نامه را من خودم برده غلام نبی خان برد. نام زیادم و یادتان؟ نه نام نه اینی پسان پیش شما این مصداق بسیار قوی تر پیدا. خب از لحاظ منطق تاریخی و سیاسی هم چیز مفهوم داره. اما غبار به شمول غبار سید. بله. کاکر من ملامت بگوی غلام نبی خان ملامت میکنن که میتونست همی کلمه را رد کنه. بله. و مملکت نجات بده. بله. اما همی که باز کاکای ما یک غرور دیگر هم داشت که همی که بر خود یک دوست وفادار نزدیک بودن با هم بسیار زمین بودن. بله. اگر بر خود میخوایی این مسئله خودخواهی در باید میامد با زمین افغانستان تا اما فکر نمیتونم که اشتباه کدن یک بازی دیگان بود. بله. یک بازی دیگان بود که تا او زمان. بله. نادرشاه و کاکای غلام نبی خان. بله. اینا در یک مفکوره و معاز بودن. نادرشاه از سمت جنوبی، کاکای از سمت شمال. بله بله. اینا تمام راپورا را به دیگه می دادن و کاکای متعقن بود که نادرشاه موفق تر است از راه. از این لام. یعنی به مذرات می خواهیم ظاهرن نادرشاه به نام جنبش امانی و برازی که دوباره احیا بکنه امی سلطنت. بله بله. حتی گفته می شد که می گفتن چنانچه در خانه ما در من در کتاب خود نوشتیم که در قلعه ما در چرخ که آمدن امی بچه کاکای پدر من تشویق میکردن که شما بیاین با ما هم کار شوین که ما راست امان لخانه دوباره میاریم. کاکای با نادرشاه این تعهد داشت که ما قماندان ها استیم. بله. مثل سابق. بله. اما زیر یک چتر که آرازت در راست امان لخان دست دستش باشه. بله. و به این نام نادرشاه تا اون وقت کاکای غلام نبی خان مخالفت نادرشاه رو نمیفهمید. فکر میکرد اما در ذهنش، در وجدانش، در قلبش چیز دیگه بوده. بکل نیتش به اصطلاح چیز بسیار پاک نیت داشت. نه هدف ما نادرشاه رو نه نادرشاه رو گفتم من ترم کاکای بسیار نیت پاک او رو خود تعبیر میکنم و امیل لازم بود که ترک کرد رفت. چرخی سای بازم تاکید میکنم هدف ما از نادر خان بود. فهمیدم مطلب. تشکر از لطفتان چرخی سای. ما سوال دیگه میترست که در مورد استبداد نادر خان و هاشم خان و پنج برادرها دیگه به اصطلاح و به خصوص خامی دو شخص دیگه که نادر خان و هاشم خان بود که امیر به نام استبداد کبیر میگن در تاریخ. هم استبداد داره استبداد کبیر یعنی بی سابقه است. واقعا بی سابقه ولی داره که همه قصاوت ها و کشتار های زیاره یک تعداد توجیه تاریخی و حقوقی کنن و تا توجیه مذهبی بکنن. حتی یکی دو ماه پیش ما در تلویزیون آریانا مصاحبه یکی از سیاستمدارها و شاعرای معاصر افغانستان دیدم که او اینطور طرح میکرد که گویا زندیات غبار یعنی روی زیر تاثیر احساسات و عواطف قرار گرفته و اضافه روی کرده و به یک گونه به پنج برادر و به خصوص و هاشم خان توجیه تاریخی و حقوقی میکرد و از جانب غبار آن همه چیزهایی که نوشته شده بود او را مبالغه و اغراق میدانست. میگفت که غبار زیر تاثیر عاطفه و احساسات رفته و این است مصاحبه هنوز هم وجود دارد. نظر شما به نیست شاهد زنده از آن همه تبهکاری ها و جنایت ها و نقض ابتدایی ترین حقوق انسان و بشر در او زمان چی است؟
ما گفتار این شخصی که ملا است یا ملا نما این رد میکنم کاملا. پسر ملا یعنی پدر از این 10 سال من نام نمیخوایم بگیرم خوب. ولی 16 سال خودش بنا به گفتی خودش میگه که ملای امام یا ملای پیش جماعت. من راست میگم اصلا نمیشناسم اونا و اگر گفتم کاملا اونمون جنبایی بوده که انگلیسی تاثیرش خود تاثیر خودم اون. حالا یک سوال مشخص از شما میکنم. من کتاب شما رو خواندم تقریبا اکثریت مطلق مشروطه‌خواها روشنگرا و وطن پرستا دوجا سوالیشون نوشته شده و خاطرات شما یاد کردیم. دو نفر شما یاد نکردیم. کی است؟ یکی نعیم شایان یا فراموش شده یا چی تو؟ تو والا وزارت میخوای واقعا فراموش شده. آه. او یکی که بسیار انسان خوب شما با کلی شناخت دارید. اما یک نفر دیگر هم ادعا میکنن که در جمله مشروطه خواه بود و از امی خانواده یکیش میگه که ملای امام نادرشاه بود. میگه این مشروطه خواه بود. حالا یک تناقض وجود داره که اگه این مشروطه خواه بود خیلی 16 سال چه قسم نادر هاشم خانه من قبول کردم میتونم. بله. شایان داخلی دوره کدام وقت؟ ما سر سه مشروطه داشتیم. مشروطه آخرین مشروطه سوم. بله بله. یعنی دوره غبار و غبار و مامودی و آصف جان آهنگ و بیرالی آمد آقا. این دوره بوده شاید. همین دوره بوده. این وفر بوده باراموش میشده. و راستیم و شخص بسیار بزرگی بوده بسیار بزرگ برسته. بله بله. به هر صورت تشکر از لطف شما. من میرم میخواستم که شما میتونید زیاد کرید. بله شما میتونید اسم از الله را زیاد کنید و اگر کارنامه‌ایش داشته باشین ما خدمت شما کارنامه‌ایتون را روان میکنیم. پسرشان در آلمان است فکر میکنم. فریدجان شایان. فریدجان شایان هم میشناسم. میشناسم بزرگ بالای همه ما دارن. اگر متریال به ما بتین در باشم ما خدمت شما بیا. جناب چرخی کتاب خود شما از ظاهرشاه یاد کردین. بله. و در مورد ظاهرشاه یک نظری است که میگن که از ظاهرشاه باعث یک شاه دموکرات یاد شده که شاید عناصر از حقیقتها در دورانش در یک برهه معین البته پسانها وجود داشته باشه. اما برخورد از او را با شما و دیگر قربانیان استبداد وقتی که ما در صفحه 348 کتاب شما که از یاد کردین خواندم برای من کمی تعجب آور بود. به عبارت دیگه با یک کسی که از 6 سالگی زندانی شده و تمام خانوادش برباد شده چون این یک برخورد غیر عاطفی، غیر عقلانی و سطحی و به اصطلاح غیر انسانی و احساساتی به حساب سنت های وطنی ما و شما جوانمردی نیست اگر سنتی گپ بزنیم. شما چی فکر میکنید در این رابطه؟ خب دوره ظاهرشاه چون یک تجربه تلخ از سابقه از پدر خود و خانواده خود کاکا های خود داشته آدم کشی. اما من در اوائل قبول کرده نمیتونم که ظاهرشاه یک شاه دموکرات بوده. برای اینکه اعدامه های بعدی همه به امضای ظاهرشاه محاکمه امی عبدالخالق و 18 نفری که امرایشان محاکمه میشه و کشته میشن و به یک گورستان دست جمعی انداخته میشن. البته محاکمه نبود، شما بود خان ادعا میکرد و والا شما خان امر میکرد. بالاخره با توشی شاه میرسید. شاه همه را امضا کرده ادامه را. بسیار معذرت میخوایم، یک چیز هم میخوایم بگویم به شما. شاه در اونجا چند سال؟ در وقت چند سال؟ 19 سال. بله. یعنی شما از ضرور نیست. 19 ساله که کاکای شام یک انسانی که آدم قربلی کنه. ضرور نیست، مگه شاه بود. شاه بود. بله. شاه بود. میتونست توشی نکنم بگن خودتان حکومت است بکنین این کار. یعنی از نظر شما یک توجیه چیز نداره که یک بچه 19 سالی ناپخته اول خبلات تاریخی خود اصلا. سوال دیگه ما ایست که جنبش مشروطیت و به خصوص نوزت امانی با تاسف که نیمرا و ناتمام مون و به خصوص مشروطیت سیوم، اما همکنون کماکان باز هم در تداوم امو مصیبت ها و بدبختی ها با تاسف تا حال ما غرق است. یعنی بیسوادی، جهالت مثلا، زیر پای گذاشتن حقوق زنا و انسان در مجموع، فساد، نداشتن یک دولت مستقل ملی، این گپا همش فکر میکنیم که بالاخره وجود علی رغم اینمی پرابلم هایی که جامعه ما فعلا
ما روبرو هستیم با می پرابلما، همین جنبش روشنگری آخر الامر به سرمنزل مقصود میرسه یا هنوزم؟ سوال خوب است آقای راستا. بله. از کنم خدمتتان که امو تحولات را که آل از زمان لخان در نظام نامه های خود در آورد و یک نشریه خودش نوشته کرد به نام حاکمیت قانون و سر همین مواد نظام نامه خود تقریبا از شاهی مخلوع میشه و اون نیزت ها تنها نیزت های سواد آموزی نبود. بله. در پهلوی سواد آموزی عنانات به جای خانوادگی ها و الور گرفتن ها، بد دادن ها، دختر فروختن ها، اینا کلشان در داخل نظام نامه داخل بود و ببینید که شما بزده و نظام نامه بزرگترین سران مذهبی ما مخالفت کردن و در لوی جرگه مخالفت خود نشان دادن. ببخشید، امی سران مذهبی را چند نفرش نام گرفتن میتونه که کیا مخالفت کردن به صورت مشخص در وقت؟ در دارال المشایخ، شمس المشایخ کمی مجددی خیلی مجددی ها بودن البته و اینا در مکتبای دیوبند در لوی جرگه دفاع میکرد از تمام خان از قانون اساسی خود. بله. استدلالی که میشد از طرف مذهبیون میگفتن که شما خلاف سنت حضرت محمد کار میکنید. شما مثلا در نظام نامی خود از تمام خان ازدواج یک صغیر، زن صغیر، دختر صغیر با مرد کبیر ممنوع قرار داد. این را نشما چیقم استدلال میشد، میگفت شما خلاف سنت حضرت محمد که حضرت عایشه صغیر بود، حالا که امام صغیر نبود. پس حالا تاریخ ثابت کرد که امام 18 ساله بود. اما روایت های مستند تاریخی میگن نه به کل درست پسان ثابت شده که اجازه و ما در تاریخ تبری خواندیم. خب سرخ بازه رفاوی نه نمیتونیم. خب هر صورت بله عالی کار درست بود که الاسلام الله خان من قصد نکای صغیره که هنوز طفل است او را به یک مرد مسن بتن. دویم فرض کنین موضوعاتی که هیچ به شریعت ارتباط نداره، مثلا لنگوته به شریعت هیچ ارتباط نداره. شما لنگوته رو منع کردین خلاف شرع است کار. شما می نظام نامه‌اش خواندین نه نخواندین. خب بر ضد علوم روشن فکری که شروع شد. بلد. اما تا آل از نظام افغانستان در این مصیبت گرفتار است که هر وقتی که سر بلند کنه که روشن فکر شوه، اما دستای غیر و داخل و همین مرتجین ما واقعا بسیار زیاد دست دارن. بله. و این نمیذارن. حالا شما ببینید که 90 سال از وقت گذشت. بله. و همی که اگر اعتراضات است که چرا افغان آل استمان لخان شتاب زده بود. بله. شتاب زده اگر نمی بود چی کار میکرد؟ چی وقت شروع کنم؟ قاید که مملکت یک تحول بیاره. چی وقت؟ 90 سال تیر شد تا حال چی تحول آمد؟ نه تنها تحول نامد که ما یک عقب عقب هم رفته رفتیم. خب اینی بود داستان. بسیار زیاد تشکر. امی حرفای شما یک سوال دیگر به ذهن ما تداعی کرد. شما چی مشابهت ها را در حوادث و شورش های ضد جنبش امانی با حادثه های چند دهه آخره که ما و شما دیدیم میبینیم؟ سوال ما رو تقریبا هم نواز بله. یعنی در اونجا انگلیس بله. پشت همین مذهب انگلیس است هیچ بله. وقت از افغانستان قطع نیست و در این زمانهای هیچ وقت از افغانستان قطع نیست بله. یعنی همین تحریکات مذهبی بله. کل زادی و تفرقه بین مذهبهای شیعه و سنی بله. این تفرقه اندازی ها بله. این پالوهای ضعیف افغانستان انگلیس ها پیدا کرده بودن. ای کاش که چرکیس اتصال میشه که تنها به می اکتفا می کردن، اما می مذهب در مجموع شویه و سنی را در برابر نوزد قرار داد. باز در چطور فکر می کنید؟ خب یکی خود در برابر نوزد عمومی با نام متحد بودن. بله. باز برای بین خودم تفرقه داشت. بین خودم تفرقه داشت. بسیار زیاد تشکر.